با عرض سلام و ادب جناب آقای رائفی پور، برای سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی چه میزان وجه مالی دریافت کردید؟ هیچی. بنده هیچ وقت تعیین نمی‌کنم. آقا یه سوال منصفانه بگی، از خود شما می‌پرسم. نرخا دستتونه دیگه الحمدلله. یاری یه کنسرت میره میذاره چقدر میگیره؟ ها؟ یه مدعی بعضن بعضیا میرن میکنن چقدر میگیرن؟ یه سخنرانی میره. من برم اهواز برم یه سخنرانی کنم برگردم چقدر بدن منصفانه است؟ بگید. دو تومن. دیگه. منصفانه بگید. 5 تومن. مؤسسه ما تا دو سال پیش میزد 300,000 تومان برای هر جای ایران، اونم گفتم ورش دارید. مؤسسه ها، نه من، مؤسسه مساف که یه قرون بودجه نمیگیره، که اگه بگیره مجبور میشه باج سیاسی بده، فهمیدی؟ 300,000 تومان. من یه شهر دعوت 4 روز اونجا بودیم، صبح میرفتیم برای صبحگاه نظامی هاشون بعد صبح سخنرانی، شب برای زندانی هاشون، 12 شب ما رو میبردن تو زندان، زندانی‌ها نشسته بودن بندگون خدا. من خودم گفتم چی باید بگم؟ سخنرانی کم 4 روز. مرغاشون رو سخنرانی نذاشتن. مرغداری یادم نمیاد. فقط می‌خوام بگم تو این حد همه جور سخنرانی رفتیم. ماجرا مال مثلا 90 91 فکر کنم اینجوری شده باشه. یا خورد 1-2 سال این برام برتر، چون دقیق نیست نمی‌خوام دروغ بگم. فکر می‌کنی چقدر داده باشه؟ مثلا روزی 5-6 جلسه سخنرانی. 50,000 تومان. گذاشتن لای کتاب به ما داده بودن. راننده‌ای که 4 روز اونجا ما رو میچرخون. ببین منو می‌خواست برسونه تا یه جایی که من به قولی زمینی هم رفتیم برگشتیم، من رو می‌خواست تحویل یه راننده دیگه بده، مرده بود از خنده. میدونی چرا؟ چون به اون 100 تومان داده بودن. من مستاجرم، کل زار زندگیم پول پیش خونمه که الانم با این قیمتا ما داریم هی از تو شهر میایم بیرون، خونه کوچیک میشه هی از شهر داریم میریم بیرون. به خدا تقریبا الان 3-4 سال دیگه دانشگاه هم وقت نمی کنم برم درس بدم، خرج زندگیمو از یه عطاری شریکم با یکی از رفیقامون اونجا در میارم. من نمیرم در مغازه جایی باشم. خیلی هم خواستن بپرسن کجاست، فکر میکردم اگه برن اونجا خرید کنم پولی به ما میرسه، هیچگاه نگفتم. چرا؟ دلیل بپرسید. موقع ازدواج هم اینا رو گفتم به خانوادم، گفتم که بدونید فکر این که خونه آنچنانی داشته باشه فراموش کن، پول داشته باشم هم نمیخرم، ماشین آنچنانی فکر نکن، ماشین اون عرف، اگه بقیه پرشیا 206 همین چیزی که مردم تو خیابون برنگردن اینجا نگاه کنن، فکرش هم نکن، داشته باشم هم نمیخرم، یا با ما ازدواج نکن، یا مکن با فیل بانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد. خب نمیشه که، درست شد. اینا رو شرط هم بوده، شرط زندگیم بوده، خیلی هم جدی هم سر. چرا؟ برای اینکه بتونم حرف بزن. هر پیغمبری رفت تبلیغ میگه معلمی شغل انبیاست، گفت ما اسألکم علیه من اجر، من از شما پولی نمیخوام. چون اگه میگفت پول بدید هدایت کنم گفتن دکون دست کن، اگه من میگفتم برای من پول بریزید به حسابمون، اگه این بود شما شک نکنید تا حالا صوتاش اومد بود بیرون، یارو زنگ زد به دفتر ما آقا چند آی دکتر میگیرن تشریف بیارن، شک نکنید صوتاش میومد بیرون. باید مظلومانه بجنگی.